مشخص کردن فقیرترین کشورهای جهان نیاز به جمع‌آوری داده‌های زیادی در حوزه‌های مختلف دارد که درآمد سرانه هر شهروند آن کشور مهمترین ملاک به شمار می‌آید. برخی از کشورهای جهان نه تنها کمترین میزان درآمد سرانه را دارند، بلکه شهروندان آنها حتی از داشتن 3 وعده غذایی در روز محرومند. برخی از این کشورها به شدت بدهکار بوده و پول رسمی آنها در مقایسه با دلار ارزش بسیار پایینی داشته و دائما ارزش آنها کاهش می‌یابد. در ادامه با ما همراه باشید تا 5 تا از فقیرترین کشورهای جهان رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز، اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. افغانستان. افغانستان با 4 کشور آسیایی هم مرز بوده و در مرکز و جنوب آسیا قرار گرفته است. جمعیت این کشور در حدود 33 میلیون نفر بوده و بخش زیادی از هزینه های جاری کشور از طریق سرمایه گذاری های خارجی تامین می شود. در حالی که کشاورزی شغل اصلی مردم این کشور محسوب می شود، افغانستان هنوز هم بدهی های زیادی به کشورهای خارجی دارد. بیش از 40% از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و تنها تعداد کمی از مردم این کشور از شرایط مالی خوبی برخوردارند. در حالی که این کشور بیش از 40 سال است با جنگ داخلی دست و پنجه نرم می کند، اقتصاد افغانستان بیش از دیگر بخش های این کشور آسیب دیده است. علاوه بر این، فساد و حملات تروریستی بر وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور افزوده است. نیجر. این کشور در غرب آفریقا و در مجاورت رود بزرگ نیجر واقع شده و بیش از 80% خاک این کشور از بیابانهای خشک تشکیل شده است. بخش باقی مانده کشور نیز دائما با خشکسالی مواجه بوده. زاد و ولد بالا همراه با محصول بیکیفیت و ناکافی در حوزه کشاورزی بر مشکلات اقتصادی این کشور فقیر افزوده و بخش سلامت و آموزش در این کشور بسیار عقب مانده است. البته نیجر منابع اورانیوم زیادی دارد و می تواند با استفاده از این موضوع به اوضاع اقتصادی خود سر و سامان دهد. اما به دلیل کاهش تقاضا برای اورانیوم، هم اکنون مقادیر زیادی از این عنصر گرانبها در کشور انبار شده است. بدین ترتیب تنها ممر درآمدی کشور نیز با مشکل مواجه شده و حتی بخش زیادی از هزینه های دولت نیز از محل کمک های خارجی تامین می شود. نیجر یکی از خشک‌ترین کشورهای جهان است که به دریا راه نداشته و یکی از فقیرترین کشورهای جهان شناخته می شود. ماداگاسکار. ماداگاسکار به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای جزیره دنیا در جنوب شرقی قاره آفریقا واقع شده است. این کشور فقیر به خاطر گونه های گیاهی و جانوری متنوع خود شناخته می شود و تعدادی از کمیابترین گونه های جانوری و گیاهی جهان در این کشور یافت می شوند. بعد از بحران گسترده سیاسی که از سال 2009 تا 2013 در این کشور جریان داشت، اقتصاد ماداگاسکار به طور کلی ویران شد. بدین ترتیب بخش زیادی از هزینه های کشور از طریق صنعت توریسم و کشاورزی تامین می شود. اما این درآمد نیز به طور مساوی بین مردم کشور تقسیم نشده و بدین ترتیب بخش زیادی از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. بخشی از مشکلات اقتصادی ماداگاسکار در نتیجه تورم شدید، کاهش شدید صادرات و بدهی های سرسام‌آور ایجاد شده است. جمهوری آفریقای مرکزی. جمهوری آفریقای مرکزی در مرکز قاره آفریقا واقع شده و با کشورهای کامرون، چاد و کنگو همسایه است. این کشور به دلیل یک جنگ داخلی 1 ساله دچار هرج و مرج و چند پارگی شد. عدم ثبات سیاسی نیز باعث شده که فلاکت اقتصادی در این کشور تشدید شود. به دلیل زیرساخت نامناسب و ناکافی، انتقال مواد غذایی از خارج از کشور نیز غیر ممکن است. جمهوری آفریقای مرکزی بزرگترین تولید کننده الماس در جهان است، اما بخش اعظم این درآمد به احزاب سیاسی و برخی از گروه های قدرتمند در رأس کشور می رسد. جدای از کشاورزی، ساکنان این کشور در بخش صنعت نیز فعال هستند. اما حتی کارگران این بخش نیز به دلیل شرایط کار غیر استاندارد و غیر قابل تحمل، دستمزدهای بسیار پایین و ساعات کار طولانی شرایط خوبی ندارند.
مالاوی. مالاوی یکی از کوچکترین کشورهای آفریقایی است که رتبه اول فقیرترین کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. مالاوی نیز در محاصره کشورهای دیگر آفریقایی قرار داشته و به دریای آزاد راه ندارد. این کشور واقع در جنوب شرقی قاره آفریقا حدود 16 میلیون نفر جمعیت دارد و بعد از کاهش سرمایه‌گذاری ها از سال 2000 به بعد مالاوی به شدت از لحاظ اقتصادی شکننده شد. شغل اکثریت مردم در این کشور کشاورزی است و به دلیل نبود زیرساخت‌های بهداشتی درصد بالایی از مردم مالاوی به ایدز مبتلا شدند. بدین ترتیب این بیماری نیز بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است. مالاوی در رده‌بندی فقیرترین کشورهای جهان در رتبه اول قرار دارد و فقیرترین کشور جهان شناخته می شود. نظر شما در مورد این کشورهای فقیر چیه؟ آیا این کشورهای فقیر در آینده می تونن به قدرتهای جهانی تبدیل بشن؟ برامون کامنت بذارید و نظرتون رو به ما بگید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جان نمونید.